یاد خداوند بخشنده مهربان. وقتتون بخیر دوستان عزیزم. خوشحالم که با قسمت سوم از مجموعه آموزشی وردپرس در خدمت شما هستم. خب توی قسمت قبلی که منتشر شد ما رفتیم سراغ پنل مدیریت و اونجا با هم یه سری مطالبی رو نوشتیم و یه سری توضیحاتی رو ارائه دادیم. در ادامه آموزش خب باز هم ما توی پنل مدیریت کار داریم و ادامه آموزش رو میریم که با هم دیگه انجام بدیم. سلام دوستان، جهت دانلود آموزش‌های بیشتر میتونید به سایت mihalearn.net مراجعه کنید. یا آموزش جدید، آموزش فریمورک لاراول هست که به شما دوستان که علاقه من به طراحی وب هستید و برنامه‌نویسی وب به شدت توصیه میشه. همچنین برای خرید پکیج ها هم با قرارگیری نماد اعتماد ما برای شما آرامش خاطر بیشتری رو فراهم کردیم. خب پیشخوان باز شد، حالا میریم که ادامه آموزشمون رو بریم. خب اینا رو توی قسمت قبلی با هم بررسی کردیم، الان باید بریم سراغ بحث نمایش، افزونه‌ها و حالا کاربران و بقیه قسمت ها. خب در خصوص نمایش، نمایش شامل چندین بخش خودش: پوسته ها، سفارشی سازی یا کاستمایز، ابزارک ها، فهرست ها، سربرگ و ویرایشگر. خب اینجا ما وردپرس رو که به صورت دیفالت نصب کردیم میبینید که سه تا قالب داره، قالب 2017، 2016 و 2015. اینا قالبای پیش‌فرض خود وردپرسن، یعنی ما الان هیچ قالبی رو نصب نکردیم. برای نصب قالب خیلی توی وردپرس راحته، میتونید بین اینجا افزودن پوسته رو بزنین و بعد از بین حالا پوسته‌های خودش به شما پیشنهاد میده که البته خارجی هستن، از بین اونایی که انتخاب کنید و برای خودتون نصب کنید، یا اینکه بین و برای خودتون از پوسته که قبلا طراحی کردید یا براتون طراحی شده از اون استفاده کنید. البته اینا واقعا قالبایی میبینید شیک و استانداردی هستن که خود وردپرس به شما پیشنهاد میده. اگه سایتتون گفتیم که حال به هر حال فارسیه، میتونید به این پوسته‌ای رو که قبلا دانلود کردید از یه سایت یا خریدین یا خودتون طراحی کردین رو میتونید به این از قسمت بارگذاری پوسته و پوسته خودتون رو انتخاب کنید. حالا میتونه پوسته فارسی باشه یا انگلیسی، فرقی نداره، که ما مثلا قالب صحیفه رو انتخاب کردیم که قالب معروفیه. خب همکنون نصب کن رو میزنیم تا این به صورت خودکار براتون نصب بشه. البته چون من روی لوکال هاست نصب دارم و یه خورده محدودیت توی آپلود هست که البته میتونم با تغییرات افزایشش بدم، در نتیجه اینجا آپلود نشد، ولی شما توی هاستتون میتونید از اینجا آپلود کنید و بعد توی قسمت پوسته ها نمایش داده میشه. خب من از یه روش دیگه استفاده میکنم و میرم که اونو به صورت دستی در واقع آپلود کنم. اگه هاست دارین آپلود، و اگر نه مثل من روی لوکال هاسته، میریم به چی؟ به پوشه ایزی پی اچ پی، دبلیو دبلیو و بعد وی پی کانتنت، از اینجا هم تم ها و اینجا اون رو پیس میکنیم. توی سرور شما همین مسیر رو میرید، یعنی وی پی پابلیک اچ تی ام ال میشه این، بعد وی پی کانتنت و بعد هم تم ها و اینجا آپلودش میکنید. خب بعد که آپلود کردید یا مثل من کپیش کردید، از حالت فشرده اونو خارج میکنیم. خب در واقع همون عملیه که ما میتونستیم اینجا با افزودن توی پنل مدیریت با افزودن پوسته انجام بدیم، هیچ تفاوتی نداره. اون هم میاد مستقیما فقط میاره همینجا بارگذاری میکنه، ولی ما به صورت دستی اومدیم. البته شما روی هاستتون سعی کنید از اون برین، همین رایی که اول گفتم، یعنی بارگذاری پوسته و بعد آدرس پوستتون رو بدین تا نصب کنه. دقیقا همین کاری رو که من دستی انجام دادم اون خودکار براتون انجام میده. ولی خب اگه
مثلا محدودیت توی آپلودتون بود یا به هر دلیلی به دلایل امنیتی نشد که شما فایلی رو بفرستید، هرچند که میشه توی سرور تنظیم کرد یا از پشتیبان هاستتون بخواید این کار رو انجام بده، اگه به هر حال نشد از این روشی که من الان انجام دادم میتونید تحت هر شرایطی قالب خودتون رو نصب کنید. خب حالا میایم اینجا میبینیم که بله پوسته ما آماده شده. خب قبل اینکه بریم سراغ نصب پوسته، من یه توضیح رو بدم. اینو قسمت قبل میخواستم توضیح بدم ولی الان گفتم که بمونه برای یه حساب زمانی که پوسته رو بخوام توضیح بدم که دیگه یه جا باشه. خب قسمت قبلی اگه یادتون باشه رفتیم توی رسانه ها و اونجا آپلودمون رو انجام دادیم، گفتیم از اینجا میتونیم عکس آپلود کنیم، فیلم آپلود کنیم، چه میدونم صدا یا هر چیزی. خب اون داده هایی که ما آپلود کردیم میاد توی حالا این روت هاستتون باشه توی پوشه وی پی کانتنت بعد آپلود، اینجا هم دستبندی میشه سال 2017 مثلا ماه دومش، میبینید دقیقا چیزایی که ما آپلود کردیم. حالا چرا اینا چند تاست؟ چون سایزهای مختلف وردپرس میاد اوتوماتیک برای ما ایجاد میکنه، مثلا این یک سایز اورجینالش باشه بعد اون کنار پستمون همیشه یا توی مطالب که میخوایم بذاریم همیشه میگه میخواین تصویر کوچیکش باشه یا مثلا سایز میانش باشه یا سایز بزرگ یا اندازه کامل. این مثلا یه تصویر شاخص بود و اینا. خب پس خودش میاد سایز بندی میکنه، میبینید سایزهای مختلف و اینجا دار خودش برش میده که توی قالب ما بتونیم خوب نمایش بدیم یا مثلا حالا توی چه میدونم پستامون گفتم اگه بخوایم سایز متوسط کوچیک بزرگ بذاریم. به هر حال این فلسفش و فایلی آپلودتون اینجا قرار میگیره، بر اساس ماه میاد اینا سال و ماه میاد دستبندی میشه. برای نصب افزونم که حال جلوتر میگم کلا با همین پوشه کار داریم امروز. باز میریم داخل پلاگین. خب حالا پوستمون رو میتونیم فعال کنیم و در نتیجه اون پوسته قبلی از روی سایت میره. خب حالا ما پوسته جدیدمون رو فعال کردیم که مشاهده میکنید بله به همین راحتی ما یک پوسته رو روی سایت نصب کردیم. حالا دیگه بسته داره این که مثلا بستگی به اینه که اون پوسته چه پوسته ای باشه که چه امکاناتی رو به شما بده، آیا مثل این پنل مدیریت به ما بده یا نه، که الان میبینید این پنل مدیریت جامعه رو به ما داده این پوسته و ما میتونیم تنظیمات دلبخواه خودمون رو بدون کد نویسی انجام بدیم. خب پس این از بحث نصب پوسته که حالا دیگه جز آموزش ما نمیشه که ما بیایم تنظیمات مثلا این قالب رو بگیم، چون که هر قالبی خب بس به برنامه نویسش قطعا یه تنظیمات مختلفی رو داره، یعنی همه مثل هم نیستن که ما بخوایم آموزش بدیم و این چیز یکسان باشه. ما نصب پوسته رو بهتون میگیم و بعدش با حساب خودتونه، چون پوسته هم چیز خاصی نداره که پنلش که بخوایم توضیح بدیم، مثلا برای درج تبلیغات نهایتش هست، یه سری تنظیمات جزئی. خب حالا برای که بخش سفارشی سازی رو توضیح بدیم بهتره که برگردیم به پوسته دیفالت وردپرس تا من یه توضیح مختصری رو هم بدم در مورد بخش سفارشی سازی. خب این بخش میاد یه جوری خدمت عرض کنم که بساب این بسته به قالب، بسته به این که حالا چقدر اون طراح قالب دست ما رو توی ویرایش قالب بازگذاشته، میاد این امکان رو به ما میده که به صورت لایو بیم قالبمون رو دستخوش یه سری تغییرات بکنیم. مثلا ما میتونیم به جایی که بریم توی تنظیمات پنل مدیریت از اونجا توضیحات رو تغییر بدیم، بیم همینجا روی این کلیک کردم دیدید حال میتونم تغییر بدم، مثلا بنویسم بزرگترین سایت آموزشی و همزمان هر تغییر رو که میدم اینجا مشاهده کنم، مثلا عنوانم رو میتونم تغییر بدم، یعنی لایو میتونم بیام
ادیت قالب رو انجام بدم، که این بستگی داره که قالب چجوری باشه، مثلا بهش آیکون بذارم و غیره. هر قسمتی رو که من دوست دارم از اینجا امکان پذیره تغییر دادنش. خب این از این. مثلا حالا اگه برگردیم، حالا جدا از این که ما بخوایم بیایم با استفاده از این مداد کنارش تغییرات انجام بدیم، میتونیم از خود همینجا بیایم رنگاشو مثلا ببینیم، بگیم میخوایم قالبمون چه رنگی باشه، یا مثلا رنگ دلخواه بذاریم براش. میبینید داره رنگش تغییر میکنه، که ما اون رنگ دیفالت رو میذاریم. بعد میتونیم عکس مثلا سربرگش رو تغییر بدیم، اینو عوض کنیم. این قالب دیفالت وردپرس پیشورد بود، ولی خب هر قالبی یه سری تنظیمات مخصوص به خودش رو قاعدتا خواهد داشت، چون که بستگی داره طراحش کی باشه و اینکه اون قالب چقدر پویا باشه و با ما تعامل داشته باشه. خب فهرست و ابزارک رو که داخل خود حساب پنل مدیریت میگیم بهتون. خب و یه سری قابلیت های بیشتری جدا از این که ما بخوایم تغییراتی رو اینجا اعمال کنیم، این میاد توی ویو های مختلف به ما نمایش میده که ما بدونیم قالبمون چقدر ریسپانسیو یا واکنشگراست. در واقع چقدر این با تکنولوژی های روز نوشته شده که بتونه خودشو با سایز های مختلف توی دیوایس های مختلف مچ کنه. قدیم اگه یه قالب بود مثلا خیلی خشک بود ساختارش، توی موبایل که ما میخواستیم نگاه کنیم باید علاوه بر این که این اسکرول میبینید از بالا به پایین این هست، یک چپ به راستی هم این پایین بود، این قالب خشک بود، مچ نمیشد با صفحه دیوایس های مختلف. و خب اون وقت جوری بود که دیگه یه ظاهر ناهنجاری رو داشت، یعنی ما با گوشی یا تبلت اصلا نمیتونستیم خوب ببینیم اون قالبو. ولی الان با اومدن فریمورک هایی مثل بوت استرپ و سی اس استری که حالا قابلیت به حساب مدیا کوئریش هست، میشه صفحات ریسپانسیوی رو طراحی کرد، صفحاتی که توی همه دیوایس ها سازگار باشه، که ما میتونیم اینجا چک کنیم یا تست کنیم که قالبمون توی دیوایس های مختلف سازگاره یا نه. پس این خیلی خوبه. خب بعد که تغییراتتون انجام دادید، ذخیره و انتشار رو بزنید، یا مثل من اگه منصرفید از تغییرات برمیگردیم به پنل مدیریت جایی که بودیم. خب حالا بریم توی ابزارک ها ببینیم ابزارک ها چیه. وردپرس همونطور که توی قسمت اول بهتون گفتم خوبی که داره، خب امکاناتش فراوونه، یعنی علاوه بر این که اول یه سیستم مدیریت محتوای خیلی خوبی رو برامون نصب میکنه، بعد این امکاناتی رو که ما در آینده بخوایم میتونیم تأمین کنیم به واسطه حالا ابزارک ها که بخشیش هست و افزونه ها که جلوتر خدمتون میگیم. ابزارک ها خب یه سری ابزارک های دیفالت داره وردپرس، یه سری ابزارک ها هم خود قالب طراح قالب میتونه برای اون بذاره. ابزارک همین چیزایی که شما این گوشه مشاهده میکنید، یا مثلا پایین صفحه، مثلا تو سایت خودمون اگه بیاییم این ابزارک، این همشون ابزارکن، حتی این نماد اعتماد ما اینم داخل یه ابزارک قرار گرفته. اینا مثلا شبکه‌های اجتماعی ما که شما میتونید به همه شبکه‌های ما دسترسی داشته باشید، آدرسش هم پایین صفحه میبینید، این خودش یه ابزارک هست. بعد این ابزارک، اینا همش ابزارکه. خب میبینید پس این خیلی دست ما رو باز میکنه، اگه بخوایم یه چیزی رو به قالبمون اضافه کنیم سریع میتونیم بریم بخش ابزارک ها. خب حالا ابزارک هایی که دیفالت هست، جستجو، نوشته تازه، آخرین دیدگاه و غیره. خب جستجو، نوشته تازه، آخرین دیدگاه، مثلا بایگانی اینجاست، من
خوشم نمیاد بایگانی تو قالب باشه، شلوغ میشه قالبم، اصلا نمیخوام دیگه. همین دستبندی میگم کافیه دیگه، بایگانی میخوام چیکار. پس میام اینو میندازم اینور یه غیر فعال شد. حالا فرزن من اومدم مثلا یه کد HTML رو نوشتم و نمیخوام که سریع غیر حذفش کنم، میخوام که موقتا غیر فعالش کنم. مثلا کانال تلگرام میهن لرن، لرن یعنی آموزش میهن. خب حالا اینو من ذخیره کنم، بریم ببینیم توی سایت اینو. پس الان در واقع ما یه ابزارک اضافه کردیم. خب حالا بیایم اینجا رفرش بزنیم، باید اضافه بشه. بله دیدین اضافه شد. خب حالا من موقتا تصمیم گرفتم اینو غیر فعال کنم موقتا و نمیخوام مثلا بیام اینجوری بندازمش حذف بشه، تنظیماتش بپره. بس اینو میام درگ میکنم اینجا یه ابزارک های غیر فعال که بعدا اگه خواستم برم سریع ببرمش سر جاش. خیلی قابلیت جالبیه. مثلا ما قالب عوض میکنیم، خب قالب جدید که بذاریم این ابزارکامون پاک میشن. پس میتونیم قبل از اینکه قالب عوض کنیم اونا رو بیاریم اینجا بچینیم که باز برای قالب جدیدمون ست کنیم توی جایگاهایی که داره. البته فکر کنم تغییر قالب رو که انجام بدیم خودش اتوماتیک غیر فعال کنه. خب حالا دیدید ما میتونیم به صورت دلبخواهی بیایم متن یا HTML رو ببریم اینجا و کد مورد نظرمون رو بنویسیم و حالا هر مدلی رو که میخوایم ایجاد کنیم، یا میتونیم از ابزارک‌های آماده وردپرس و یا قالب استفاده کنیم. حالا مثلا میتونیم برای پایین سایت یه ابزارک بذاریم برای فوترش، یکی دیگه من بذارم برای مثلا برترین برچسب ها. دوست دارم جستجو هم بیاد این پایین باشه، آخرین دیدگاه هم بیاد اینجا. خب این هم میزن تگ ها که تغییرش رو بفهمید. خب حالا یه F5 اینجا بزنم این رفرش بشه. خب اول از همه که این کنار رو خیلی خلوت کردیم، خیلی بهتر شد و پایین رو اضاف کردیم. میبینید نوشتم تگ ها یعنی نام اینجا، این برچسبه که ما گذاشتیم، آخرین دیدگاه، جستجو و این. پس ابزارک ها شما دیدین که چه قابلیت هایی رو دارن و بستگی داره که اون قالب، اون طراح قالب چه جاهایی رو برای ابزارک مشخص کرده باشه. پس این بود از ابزارک ها که توی همون بحث سفارشی سازی یا از اینجا ما میتونستیم به صورت لایو یا به صورت زنده همون زمان ابزارک ها رو تغییر بدیم، اضافه کنیم و غیره. خب بریم سراغ فهرست ها. توی فهرست ها ما میتونیم مثلا الان شما بیاین اینجا رو ببینیم، یا مثلا توی قالب سایت خود میهنه این منوی بالای سایت یه فهرست، این منو یه فهرست، چه میدونم پایین سایت هم میشه فهرست گذاشت. البته باز هم میگم اینا بستگی داره که طراح قالب چه جایگاهایی رو برای فهرست انتخاب کنه. حالا میریم روی قالب دیفالت وردپرس ببینیم که چه جایگاهایی برای داشتن فهرست انتخاب شده. خب ما یه فهرست میزنیم، مثلا اسمشو میذاریم فهرست اصلی، حالا اونو ایجاد میکنیم و داخلش مثلا میایم تماس با ما رو اضافه میکنیم. خب اگه افزودن خودکار رو بزنیم، هر برگ جدیدی که حالا توی قسمت قبلی بهتون آموزش دادیم، هر برگی رو که شما اضافه کنید به صورت خودکار به این فهرست اضافه میشه. خب حالا میگه این فهرست میخواد کجا نمایش داده بشه. ما میگیم که دو جایگاه داره نمایش موقعیت، بالا و جایگاه شبکه‌های اجتماعی. خب ما میگیم میخواییم بالا و اینجا نمایش داده بشه. حالا ذخیرش میکنیم، میگیم تو سایت یه رفرش. خب جایگاه بالا اینجا بود، تماس با ما
و جایگاه شبکه‌های اجتماعی این پایینه. خب مثلا ما این تیکا اگه برداریم از جایگاه پایین حذف میشه. الان F5 رو بزنم این حذف میشه. ما اونجا میتونیم مثلا بیایم شبکه‌های اجتماعیمون رو بذاریم مثلا توی سایت میهنلرن. میبینید بالا هم شبکه‌های اجتماعی ما هست، این پایین هم هست. حالا توی اون قالب این پایین رو میشه تشبیه کرد به این و اون جایگاه بالاش رو میشه به اینجا تشبیه کرد. خب پس فهرست ها رو شناختیم. حالا قرار نیست که حتما برگامون به فهرست اضافه بشن، شما خودتون میتونید یه لینک دلخواه اضافه کنید، مثلا صفحه اصلی سایت خانه. خب افزودن به فهرست ذخیره یه دستبندی خاصه. الان اینجا باید خانه هم اضافه بشه، میبینین؟ حالا اینا رو کافیه شما درک کنید و جایگاهشون رو با هم عوض کنید. خب حالا یه بحث دیگه، چی تماس با ما، ما میریم مثلا این خودش یه لینک باز میشه، باز زیر مجموعه هم داره درباره ما. مثلا تو فروشگاه میبینید که اینا چند تا زیر مجموعه داره. این زیر مجموعه ها به این شکله، مثلا ما اینو میتونم بیارم اینجا، الان اینو ذخیره کنم توی خانه، زیر مجموعش هست تماس با ما. یه رفرش هم اینجا بزنیم، خب میبینید کنارش منو اضافه شد. الان من برم علاوه بر خود خانه، تماس با ما هم زیر مجموعه اونه. اگه بخوام از حالت زیر مجموعه خارج کنم کافیه که بکشمش به این ور. میبینید وردپرس چقدر داره کار رو راحت میکنه، یعنی واقعا خیلی الان ما راحت میتونیم با اینا کار کنیم. بحث فهرست ها خب قدرت زیادی رو داره به ما میده. این از فهرست. سربرک هم که برمیگرده به همین تنظیمات سفارشی که اگه ما کلیک کنم مجدد میرم روی این، توی این قسمت و قسمت سربرگش. خب ویرایشگر جایی هستش که شما میتونید کدهای قالب رو ببینید، CSS رو ببینید، اون PHP و HTML رو ببینید. زمانی شما از اینجا استفاده کنید که مثلا میخواین یه سری متا تگ هایی رو مثلا به قسمت هدر سایت اضافه کنید. خب توی سایت میهنلرن میریم سورس کد این سایت رو ببینیم. مثلا خب من وقتی که خواستم تو گوگل وب مستر تولز اینو ثبت کنم، گوگل گفته که این کد رو بذار تو قالبت، تو متاهاش، که من بدونم آره خودتی. خب اگه از شما یه زمان گوگل این کار رو خواست، به زبان خیلی ساده میگم، توی هر قالبی که باشه فرقی نداره، قالب وردپرس یه سری ساختار استانداردی رو داره، یعنی حتما یه فایل header.php یا سربرگ پوسته داره، حتما فانکشن رو داره، حتما فوتر رو داره، حتما کامنت و آرشیو و این همش رو داره، یعنی سینگل و خصوصا پیج و ایندکس و سایدبار و استایل اینا رو داره، یعنی همه قالب ها این ساختار یکسان رو داره. هر قالبی که بود فرقی نمیکنه، شما برین توی قسمت هدر زیر متاهاش یا بالاش فرقی نداره، اینجا شما مثلا کد تایید گوگلتون رو بذارید، چه میدونم برای این مثلا مال بینگ، موتور جستجوی مایکروسافت، بعد یا کد های دیگه. مثلا میبینید ما مثلا این نوع که داریم یا مثلا کیورد ها، اینا میان چیکار میکنن؟ کلمات کلیدی مون رو میگن. خب ما اینا رو با افزونه دیگه اضافه کردیم. اگه شما بخواید دستی اونا رو اضافه کنین، میتونین بین و به حساب کپی کنید توی جایی که گفتم، یعنی همینجا زیر همینا. خب اینا هم که استایلای ما هستن. بعد دیگه خدمتتون عرض کنم که چیز خاصی دیگه اینجا نداریم، اینو ببندم و به پایین صفحه اگه بخواین چیزی رو اضافه کنید از پوسته فوتر
و اونجام کد و تغییر که دادید بعد روی به روزرسانی پرونده بزنید این اعمال خواهد شد. خب حالا اینو میخواستم بگم در ادامش که علاوه بر این که شما از ویرایشگر دسترسی دارید، میتونید از داخل پوشه تم و برید حالا هر پوسته ای که هست، مثلا الان 2017 است، از اینجا میتونید ادیت کنید، حتما لازم نیست که از ویرایشگر برید. خب بعد بخش نمایش تموم شد، حالا میریم سراغ قسمت افزونه ها. پس با این بخش کاملا آشنا شدید، حالا میریم سراغ افزونه ها. به شکلی هستن که خب شما میتونید به این افزودن رو بزنید و اینجا سرچ کنید. من خودم معمولا تو مثلا یه سایتی که حالا میبینی که یک افزونی خوبی رو معرفی کرده، یا چه میدونم شنیدی که این افزون خوبه، نیازی نیست حتما بری تو اینترنت بچرخی دانلود کنی و اینا، مستقیما من که عادت دارم این همیشه میام اینجا توی قسمت افزونه میام و افزونی مورد نظرمو از اینجا سرچ میکنم و بعد میزنم نصب بشه. مثلا من از این افزونی سوپر کش خوشم اومده، پس همینجا میزنم نصب، اون دو سوته دانلود میکنه، نصب میکنه و بعد از همینجا فعال میکنم. نیازی نیست که من برم دانلود کنم، باز رو هاستم آپلود کنم، باز فعالش کنم مستقیم. الان چون رو لوکال هاست خب شاید دانلود نکنه یا شاید هم کنتر دانلود کنه، ولی روی سرور این به دو ثانیه نمیکشه که دانلود میشه و سریع فعال کردن رو میزنیم میریم سراغ کار باشه. الان دیدید تازه با اینکه روی لوکال هاست بود، یعنی از اینترنت خودم استفاده کرد نه از نت سرور، با چه سرعتی باز هم نصب کرد. خب من فعال کردن رو میزنم و این فعال میشه. البته این روی لوکال هاستی کاربردی نداره چون ما کش نمیخوایم. خب غیر فعال است، به برگه مدیریت افزونه برید. خب حالا یه توضیحی من بدم که افزونه اصلا چی هست، به چه دردی میخوره و برای چی ما افزونه نصب کنیم و تا چه حد افزونه نصب کنیم. خب افزونه ها یه چیزایی هستن که نه تنها توی وردپرس، ما توی همه جا داریم. ماژول شاید شنیده باشین، ماژول توی سیستم های مدیریت محتوای مختلف مثل جوملا، مثل ویبلتین، مثل دروپال، همه جا ما افزونه داریم. توی حتی مرورگرای خودمون مثل گوگل کروم، مثل فایرفاکس، همه جا ما داریم افزونه رو. ولی خب توی سیستم های مدیریت محتوا به خصوص توی وردپرس ما بیشترین افزونه رو داریم. حالا دقیقا تعدادش یادم نیست ولی چیز خیلی زیادیه. توی سایت میالر من مطمئنم قبلا نوشتم، حدودا یک سال پیش یه همچین مقاله رو نوشتم، تعدادش هم مشخصه، برید میتونید پیدا کنید. و خب یه جوری هست که ما الان فرضاً حس میکنیم که این قابلیت تو سایت کمه، پس میایم برای اون افزونش رو پیدا میکنیم، بعد نصبش میکنیم و در نتیجه ما اون قابلیت رو داریم. یعنی برای هر چیزی که فکر کنید توی وردپرس افزونه نوشته شده و افزونهایی هم نیستن که بگیم به در نخورن، نه اتفاقی افزونهایی خیلی کاربردی هم. پس به طور خلاصه شما با افزونها میتونید سیستمتون رو توسعه بدید و هر امکانی رو به اون اضافه کنید. خب حالا به عنوان مثال من الان افزونه وی پی سوپر کش رو نصب کردم برای اینه که سرعت سایتم بره بالا. کاربر اومد تو سایت بازدید کرد، سری بعد که بیاد دیگه مجدد برش لود نشه و در نتیجه سرعتش بره بالا. میبینید که این افزونه چقدر به حساب امکاناتی رو در اختیار من قرار میده که میتونم از اونا تنظیماتش خیلی حرفه‌ایه. و خوبیش اینه که خب وردپرس این افزونا همه روی مخزن خود وردپرسن و امنیتش هم
اکثرا اوکی هست، خوبه. بعد حالا در هر زمینه حتی میتونید بید اینجا، مثلا در زمینه چه میدونم سئو میخواین روی همین کلیک کنید، کلی افزونی سئو بهتون نشون میده. چه میدونم برای شبکه‌های اجتماعی میخواین، برای اسلایدر میخواین، اسلاید شو میخواین، برای پنل مدیریت میخواین، برای امنیت میخواین، توی هر جایی که هر مدلی که فکر کنید این افزونه داره توی مخزنش. حالا ما فرض میکنیم که افزونه اینجا نباشه، مثلا من میخوام یک درگاه پرداخت برای سایت خودم بذارم، بانک افزونش رو توی اینجا یه قرار نداده، توی سایت خودش گذاشته، من دانلود کردم، حالا میخوام نصبش کنم. خب حالا باید چی کار کنیم؟ الان بهتون میگم، ولی قبلش این رو هم بگم که خوبیه اینجا اینه که ما میتونیم افزونهای محبوب رو بشناسیم، کاربرا به اونو رأی دادن و همچنین از روی رأی کاربران و تعداد نصبش که معمولا دیگه از 2-3 میلیون هم بشه، هرچی بشه این دیگه میزنه بیش از 1 میلیون، این افزونه ای که خیلی مثلا معتبره دیگه، توی همه وردپرس ها غیر ممکنه که مثلا این افزونه نباشه برای جلوگیری از نظارت اسپمه. اینه که صفحه اولشه تقریبا محبوب ترین هست که همیشه هست، بعد میتونید حتی خودتون میتونید سرچ کنید. در زمینه امنیت میخواییم بزنین سیکیوریتی، در هر زمینه سئو میخواییم بزنین سئو، به همین راحتی میتونید قابلیتاتون رو گسترش بدید. ولی خب اینو هم بگم، حد داشتن افزونهاتون رو رعایت کنید، مثلا سعی کنید دیگه خیلی دیگه کل سایتتون رو زیر افزونه غرق نکنید، چون افزونه خیلی زیادن، امکانات خوبی رو هم میدن شکی نیست، ولی قرار باشه شما کل فضای رم هاستتون یا سرورتون رو بین پر افزونه کنید، چون مثل یک نرم افزاره که به نرم افزار ما اضافه میشه، مثل ماژولی که به نرم افزار ما اضافه میشه و در نتیجه رم بیشتری رو میخواد. اگه شما خیلی شلوغ کاری کنید دیگه باعث میشه که سایتتون کند بشه، پس رعایت کنید در حد 10-15 تا حال سایتتون بیشتر نشه. البته بستگی هم داره چه افزونه باشه، بعضی هم میبینید که اگه از همون مدل افزونه 100 تا هم باشه هیچ تأثیر رو رم نداره، ولی بعضی ها واقعا سنگینن. خب معمولا در حد همین اکثرا نرمال استفادهشون، ولی خب ترجیحاً سعی کنید رعایت کنید که خیلی زیاد نصب نکنید که کند بشه هاستتون. خب حالا فرضاً گفتم که شما مثلا افزونه بانک رو دانلود کردید، حال میخواید نصب کنید، پس میاد اینجا یه افزونه نصب شده یا همون صفحه هم که بودیم، بعد میزنید افزودن، افزودن میزنید مثل قالب، ببخشید توی همین افزونه افزودن توی بارگذاری افزونه اینجا میرید آدرسش رو میدید، بعد هم اکنون نصب کن، دقیقا مثل قالب، یا هم اگه نشد باز هم مثل قالب میریم توی پوشه وی پی کانتنت و بعد پلاگینز، اینجا آپلودش میکنیم یا الان روی لوکال هاست پیستش میکنیم و از حالت فشرده خارج میکنیم، بعد بر میگردیم به افزونهای نصب شده. در واقع تا الان که ما از حالت فشرده خارج کردیم شده، در واقع نصب شده، یعنی این از حالت فشرده خارج شد حکم نصب شدن رو داره. حالا باید بیایم اینجا اونو فعال کنیم یا غیر، اگه نصب کنیم فعال میکنیم، حالا مثلا افزونهایی که قدیم نصب داشتیم رو میتونیم از اینجا غیر فعال کنیم. یه افزونه ای که حالا این یه نکته مثلا عمومی بهتون بگم، افزونه هلو دولی یا دقیقا نمیدونم چی، اینو همه تون 100% دیدین، این همیشه پیشفرض نصب میشه و هیچ کس نمیدونه کاربردش چیه، یعنی اکثر کاربری که با وردپرس کار میکنم ازشون پرسیدم هیچ کس نمیدونه، ولی خودم که تحقیق کردم دیدم این یه شعر فقط نشون میده، ما اینو فعال کنیم نمیدونم دقیقا از کی بود، یعنی کاربردی نداره، فقط یه متن میاد نشون میده، فکر کنم همینه دقیقا متنش، همینه کاربردش، یه افزونه که از قدیم گذاشتن روی وردپرس و همینجوری مونده دیگه، معروف شده برای خودش. ولی خب یه جایی هم یه مقاله هم خونم که نوشته بود برای اینه که کسایی که میخوان افزونه نویسی رو یاد بگیرن میتونن از این به عنوان سمپل، به عنوان ساده ترین نمونه استفاده کنن.
داخل قسمت ویرایشگر هم شما میتونید به حساب اون کدهای اون افزونه رو ببینید. حالا اگه برنامه نویسی بلد باشید میتونید از اینا رو مثلا تغییراتی رو بدید و همین دیگه، مثل ویرایشگر قالبه. خب افزونه ها رو پس بهتون گفتیم، ولی توی بخش های آینده ما به معرفی افزونه های محبوب خواهیم پرداخت. یعنی الان فقط نصبش رو بهتون گفتیم و اینکه چجوری اونا رو فعال و یا غیر فعال کنید و اینکه شما حالا بخواین بدونید چه افزونه های واقعا کاربردیه، چه افزونه های لازمه، اینا رو توی قسمت های آتی خدمتون میگیم. خب توی این قسمت چون بحث به حساب نصب قالب و نصب افزونه دوتا بحثی هستن که همیشه کاربران دنبالشن، به همین خاطر نمیخوام ویدیو از این دو مبحث خارج بشه. پس این قسمت رو ما خلاصه میکنیم به همین دو قسمت و توی قسمت آینده به بحث کاربران و ابزارها و تنظیمات میپردازیم که حالا مثلا ابزار چه کاربردی رو داره و غیره. همچنین دیگه خدمت عرض کنم در خصوص SEO و امنیت هم در آینده صحبت میکنیم. مرسی که ما رو همراهی کردید. جهت دانلود آموزش‌های بیشتر به سایت ما به آدرس www.mihanlearn.net مراجعه کنید. آموزش‌های مختلفی از توی سایت که به صورت رایگان میتونید از اینجا دانلود کنید و یا هم از پکیج‌های ویژه استفاده کنید که شامل فیلم آموزشی، جزوه فارسی و در صورت نیاز نمونه سوال، فایل‌های تمرینی و در خلاصه پکیج جامعی که میتونید خیلی زود توی هر زمینه مثل شبکه یا طراحی وب را بیافتید و پیشرفت کنید. خب تا قسمت آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. اما از اونجایی که توی این زمانی که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم توی اسفند، دوست دارم که در پایان این ویدیو یه آهنگ که متناسب با این حال هوا باشه رو خدمتون تقدیم کنم و از اون لذت ببرید، بعدش برید سراغ کار با وردپرس. این آهنگ رو گوش کنید. منم شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. یه حسی دارم این روزا تموم شب خوشحالن، تو فکر یه شروع خوب برای اول سالم، یه عطر آشنا بازم خیابونا رو پر کرده، خبر دادم همین روزا بهار میخواد که برگرده، زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون بستن، زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون بستن. توی این شب افتاده، همه با هم دعا کردی، خدا بارون فرستاده، واسه عشقی که تو راه نگاهامون رو نو کردی، یه سال توی راهیم که به این احساس برگردی، زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون بستن، زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه
فطرت راشون رو بستم.